إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برادران مسلمان، امروز ما شما در یکی از روزهایی که قابل قدر است و نزدیک است، ماهایی که قابل عزت و شرافت است، ماه محرم، روزهایی که میاد روز عاشورا و تاسوعا که نوم است و دهم محرم است، قرار میگیریم و در ماه محرم قرار داریم که فعلا ششم است، ششم محرم است. در ارتباط فلسفه و حکمتی که در این ماه بوده، وقایع و حادثاتی که رخ داده چی است، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارتباط این روز چی هدایت به ما و شما دارد، و کارهایی که در جامعه ما و شما در این روزا صورت میگیره، در ارتباط باید مسلمان در روشنی باشد و مطابق حکم الله و رسولش عمل کند. به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم ماها و روزها خوشی هایی که می باشد باید صورت بگیره، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارتباط یک ماه چی می گوید و چی می فرماید. در روز عاشورا که دهم محرم است، تاسوعا نهمش است، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ارتباط خود این ماه محرم می فرماید، حدیث صحیح است که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، بهترین روزها روزه گرفتن، افضل الصيام بهترین روزه گرفتن که یک مؤمن روزه بگیره بعد رمضان، بعد از ماه مبارک رمضان، شهر الله المحرم، ماه محرم است. یعنی در ماه محرم که چقدر مسلمان روزه بگیره همون قدر ثواب داره. روزش مشخص نکده، ولی یک روزش که دهم است باید برای او ثوابش بیان میکنه رسول الله که روز دهم دیگه گناه یک سال گذشته انسان الله عفو میکنه و میبخشه. در ارتباط حدیث صحیح سن ابی قتاده قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابی قتاده میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود
صيام يوم عاشوراء روزة گرفتن روز عاشوراء يعني روز دهم محرم إني أحتسب على الله بدون شك ما گمان میکنم و یقین دارم به الله ایو کفر سنة التي قبله این که الله محو بکند امو یک سالی که قبل از یک مسلمان تیر شده گیست یعنی یک سال گناه گذشتهش الله بر روزه گرفتن روز عاشورا محوش بکند و گناهانش بریزاند. این حدیث در صحیح مسلم ابن ماجه و غیره است، حدیث صحیح است. روز عاشورا در روز ماه محرم یک ماهی است که به حساب ماهای اسلامی محرم و حرام، صفر و مظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول و جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، بعد از شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، یعنی اولین ماه است، اولین ماه اسلامی است. این در ششمش ماه هستیم. ما و شما روز نوروز اینجا بعضی کسا تجلیل میکنند. فکر میکنند که امی روز نوروز سال نو مسلمان است. نه، سال نو ما این دینی ماه است. شروع شده. ولی رسول الله صلی الله علیه و آله امی تو سرش تجلیل نکرده. که لباس نو پوشیده باشه و کارا را کرده باشه. این کارا را نکرده. سال نو اینه می است. امی حال شش روزش تیر شده ما شما نفهمیدیم که سال نو در کجا بود چی بود. کسی هیچ کاری را انجام نداد. نه؟ او روزی که روز اول حمل است و بعد مسلمان ها را تجلیل میکنن و روز ما نیست، روز مسلمان نیست، روز تجلیل و خوشی ما نیست، یک روز از روز هاست وجود داره میه و میره. مجوسی ها، آتش پرست ها او روز تعظیم میکردن، آتش پرست ها، و میگفتن که این روز اول حمل روزیست که شب روز برابر میشد و این روز هوا معتدل میشه، این روز ما تعظیم کنیم. علمای حنفی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید کسی که این روز تعظیم بکند این مشابهت با کفار کرده، تعظیمش میگه کفر است، انسان از اسلام بیرون میکنه. دیگه علما میگن حرام است، با کفر نمیرسه، ولی علمای حنفی مذهب حنفی میگه انسان با کفر میرسه. خب ماه محرم رسول الله صلی الله علیه و آله برتریش بیان کرد. در قرآن یه از ماهای حرمت است، عزت شود، ماهای عزت، ماهای عبادت است. و رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که بعد از رمضان یکی روزه گرفتن در رمضان بسیار ثواب دارد، بعد از این ماه محرم است. و دهم روزش که عاشورا کسی روزه بگیرد گناه یک سال قبل ان شاء الله محو میکند. اینجا یک سوالی است که آیا روزه گرفتن روز عاشورا را خود رسول الله صلی الله علیه و آله احیا کرد یا از قبل وجود داشت؟ سوال. جوابش است که از قبل وجود داشت. حتی مشرکین قریش این روزه روزه می گرفتند. یهودی ها روزه می گرفتند. و رسول الله صلی الله علیه و آله اول حکم کرده بود، به فرض بودنش امر کرده بود. او زمانی بود که رمضان روزش فرض نشده بود. زمانی که روزه رمضان فرض شد، بعد رسول الله صلی الله علیه و آله گفت کسی اگه می گیره اون ثواب، اگه نمی گیره فرض نیست. فرض نیست. در این ارتباط احادیث است براتون بیان میکنیم که عایشه رضی الله عنها، امام مسلم در صحیح مسلم باب صوم یوم عاشورا، یک باب ماندگی است روز دهم محرم. عایشه میفرماید که قالت میگه کانت قریش بود، قریش در جاهلیت، تصوم عاشورا فی الجاهلیه، روزه میگرفت عاشورا را یعنی دهم محرم روزه می گرفت در جاهلیت پیش از اسلام. اونا روزه می گرفتن. جاهلیت چه معنا؟ پیش از اینکه اونا ایمان بیارن، در زمان شرکشان، در زمانی که کافر بودن، مشرک بودن، عقیده توحید نداشتن، روزه می گرفتن. اینجا سوال پیدا میشه که کافر چطور روزه می گیره؟ مشرک چطور روزه می گیره؟ ما شما گفتیم که مشرکین قریش دیندار بودن و خود دیندار میگفتن و میگفتن که ما در دین ابراهیم میستیم. همو توران بود که اول ابراهیم علیه السلام اونجا دعوت داده بود، اسماعیل علیه السلام عقیده توحید و نظام توحید بیان کرده بود، اونا توحید به شرک تبدیل کرده بودن، مشرک شدن و 360 بتا را در داخل چیزش، در داخل کعبه، بیت الله و چیزش هم در اطرافش جور کرده بودن و عبادت میکردن.
نماز می خواندند، روزه می گرفتند، حج می کردند، بیت الله را جور می کردند، ولی اینمی عباداتشان اونا را نجات نداد، به جهنم روانشان کرد، به خاطر که عبادت ها به طریق وحی نبود، مطابق کتاب الله و سنت رسول الله هم نبود. اینجا یک دلیل شما دیدین که عایشه میگه کانت قریش تصوم عاشورا، قریش روزه میگرفت عاشورا را فی الجاهلیه، و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصومه، رسول الله صام روزه میگرفت. فلما هاجر الى المدینه صامه و امر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه و من شاء تركه، رواه مسلم. میگه رسول الله صام روزه گرفت، هر وقت که هجرت کرد به مدینه، به مدینه آمد، صامه روزه گرفت و امر بصيامه، امرم کرد، امر کرد که روزه بگیرین روز عاشورا را، دهم محرم. فلما فرض شهر رمضان، هر وقت که ماه رمضان فرض شد، این آیت نازل شد که یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. این آیت که نازل شد بعد از او رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ بعد از او قال، گفت که من شاء صام، کسی که اراده دارد میخواهد روزه بگیره، و من شاء ترکه، و کسی که میخواهد ترکش کنه، یعنی فرض نیست، در اول فرض بوده، رواه مسلم. این حدیث هم در صحیح مسلم صحیح حدیث و قوی حدیث. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میفرماید، امثال از بسیار روایت دیگه هم بود، عایشه روایت کرده است که رسول الله این کار کرده، یعنی قریشی هم روزه میگرفت. عبدالله ابن عمر میگه که ان اهل الجاهلیت کانو یصومون یوم عاشورا، اهل جاهلیت مشرکین بودن روزه میگرفتن روز عاشورا را روزه میگرفت، و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صامه، و رسول الله صلی هم روزه گرفت دهم محرمه، و المسلمون قبل ای یفتر از رمضان، پیش از اینکه رمضان فرشا مسلمان هم روزه میگرفت. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هر وقت که میگه رمضان فرض شد، عبدالله بن عمر میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که عاشوراء روز از روزهای الله است، کسی که میخواد روزه بگیره، کسی که میخواد ترکش کنه، یعنی اگر روزه بگیره خونه ثوابه، اگر اختیار داره نمیگیره، اثر و ثواب به درجه ثواب نه، دیگه گناهکار نمیشه، گناه نداره کسی روزه نگیره، هیچ ملامتی به بالاش نیست چرا روزه نگرفتی، زیرا روزه مستحب است، یعنی اختیاری است، اگر میگیرین ثواب، اگر نمیگیرین هیچ. عن جابر بن سمره رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، رواه مسلم. سعی کنین یه حدیث دیگر خوب واضح میکنه. جابر ابن سموره میگه که رضی الله عنه قال، این میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بود رسول الله سلام پیش از فرض شدن ماه رمضان، یأمرنا، امر میکرد ما را، با چی امر میکرد؟ بصیام یوم عاشورا، بر روزه گرفتن روز عاشورا، روز عاشورا یعنی دهم محرم، بروزه گرفتن امر میکرد، یعنی فرض بوده فرض، و یحثنا علیه، و ترغیب ما میکرد که روزه بگیرین، حتمی روزه بگیرین، و یتعاهدنا عنده، و از ما تعهد میگرفت پیش از اون، ما تعهد میکنیم که روزه میگیریم. فلما فرض رمضان، هر وقت که رمضان فرض شد، فلم یأمرنا، باز امر ما نکرد، امر نکرد که حتمی بگیریم، ولم ینهنا، من هم نکرد که نگیرین، اینطور هم نگفت، نه ما نکرد نه امر کرد، ولم یتعاهدنا عنده، و ما تعهد هم نکنیم پیشش، یعنی اختیاری شده، میگیرین ثواب نمیگیرین هیچ، گناه نداره. این حدیث هم رواه مسلم، در حدیث صحیح مسلم هست. پس یک حدیث دیگر هم براتون میگم، عن ابن شهاب اخبرنی حمید ابن عبد الرحمن انه سمع معاویه ابن ابي سفيان خطيبا بالمدينه، يعني في قدمه قدمها، خطبهم يوم عاشوراء، ف
فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر رواه مسلم. ده صحيح مسلم يك حديث دقاسك ايه حديث ابن شهاب ميجا بما خبر ده حميد بن عبد الرحمن كي از معاوية شنيد معاوية بن أبي سفيان معاوية فرزند أبو سفيان رضي الله عنه صحابي جدر القدر كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة المسلمين بعد إمام حسن بعد ذلك علي رضي الله عنه بشهادات رسيد حسن رضي الله عنه بخلافات رسيد شش مباد بامراء معاوية صلح كت وقدرت تسليم كت بمعاوية رضي الله عنه وبيعت كت بامراء معاوية هم إمام حسن بيعت كت وهم إمام حسين امام حسین به طبیعت امام حسن هر دوشان تماما اهل بیت بیعت کردن کسی مخالفت نکنه 20 سال در خلافت بوده 20 سال معاویه 20 سال هم ولایت کرده 20 سال در ولایت در دوران خلفا یعنی 40 سال از عمرش در تطبیق اسلام و خدمت به اسلام تیر شده است معاویه فرزند ابو سفیان ابو سفیان یکی از رؤسای مکه بود بعد از ابو جهل رئیس مطلق بود در مکه خاندان از اینا از اول الله برشان قدرت توانایی ها را داده بود میگه ای آمد حمید بن عبد الرحمن میگه که از معاویه شنیدم خطیبا فی المدینه در مدینه آمد مسجد نبوی خطبه بیان کرد خطبه را گفت خلفا که می آمدن حقدار منا بودن که خطبه را بگوید عالم بودن خطبه گفته می تانستن قرآن حدیث می فهمیدن حالا خب ما کسایی داریم که بسم الله را خوانده نمیتونند ولی کسایی ما کلام شدگی است که یک آیت صحیح خوانده نمیتونند خطبه روز جمعه را گفته نمیتونند کسایی داریم خطبه روز جمعه را گفته نمیتونند او بسیار عالم بود محدث بود مفسر بود کاتب وحی رسول الله هم بود این میگه یعنی فی قدمت قدمه در یک قدمی در یک آمدش یعنی بسیار مرتبه آمده بود در یک مرتبه که آمد دید که مردم چی میگن خطب هم یا معاشورا در روز عاشورا می خطبه گفت روز جمعه هم برابر شده با روز عاشورا فقال گفت عین علماؤکم علمای شما چی شد یعنی بعضی ها میگفتن که روزه حرام است این تو بوده بعضی ها میگفتن فرض است بعضی ها میگفتن مستحب است این گفت علمای شما چی شد عالم نیست که اینجا بر شما حق بیان کنه بعد از او گفت که یا اهل المدینه ای اهل مدینه ای مردمان مدینه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما خودم از رسول الله هم شنیدم یقول که میگفت لهذا اليوم از برای یوم چی میگفت هذا یوم عاشورا این روز عاشورا یعنی روز دهم محرم است ولم یکتب الله علیک الله به بالای شما این فرض نکردگی است چیش سیامه روزش میگه من رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که گفت که این روز عاشورا است لم یکتب الله علیکم صیامه الله روزی ازیرا فرض نکرده و انا صائم میگه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت من روزه دار هستم بلی من خودم روزه دارم من روزه دار هستم ولی الله ایرا فرض نکرد بعد از او چی گفت فمن احب منکم ان یصوم فلیصم هر کسی از شما دوست داره که روزه بگیرد روزه بگیره ثواب داره و نه ثوابش هم بیان کرد یک سال گناهش محو میشه و من احب ان یفطر فلیفطر کسی که دوست داره که افطار کنه روزه نگیره افطار کنه یعنی اختیاری است رواه مسلم یه حدیث امام مسلم روایت کرده است فلسفی از چی است چرا این روزه را روزه میگرفته بعضی ها میگن به این خاطر که شاید یکم تا فکر کنه که امام حسین شهید شده به این خاطر تشنه و گشنه شهید شد به این خاطر تشنه و گشنه شهید شد به این خاطر غم حسین از سر ما نه در وقت امام حسین بسیار کوچک بود در دوران رسول الله نه او به دنیا آمده بود شهید نشده بود پس این در سال 61 هجری وفات کرده است نه شهید شده در سال 61 شهید شده است سعی کنین آل حدیث ای از عبدالله ابن عباس این حدیث ها محل بیت روایت کرده عباس کاکای رسول الله عبدالله ابن عباس فرزند کاکای رسول الله سلام عباس از اهل بیت رسول الله سلام است قسمی که علی است چرا به خاطر فرزند ابو طالب است
علی بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و آله است، داماد شام است، عبدالله ابن عباس هم بچه کاکایش است. یک چیز است. بعضی ها او را میگه اهل بیتی را میگه نیست. نه تو صحیح نیست. یک بچه کاکا را میگه اهل بیت، دیگه‌ش میگه نه. چرا چه فرق داره؟ در حالی که رسول الله به این دعا کرده، مفسر قرآن، محدث، بسیار عالم، حبر ایرا، حبر الامه میگن. حبر الامه، یعنی جیدترین عالم امت. بسیار عالم کلام، عبدالله ابن عباس. در تفسیر دیگه، خلاص دیگه، بسیار تفسیر میفهم. رسول الله برش دعا کرده، اللهم علمه التأویل. یا الله برش تفسیر یاد بده، تفسیر قرآن. إيمي فرمات عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة من رسول الله در مدينة كامت خب در مكان خروزة مجرد فوجد اليهود صياما يوم عاشورا از او فهمیده میشه که در مكة گرفته و بعد از او ترکش کرده در مدينة كامت يهود دید پیدا کرد که چی میکردن يهودیا صياما روزدار بودن يوم عاشورا در روز عاشورا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه مسلم سيكون داري حديث میگه رسول الله صلی الله علیه و آله عبدالله بن عباس میگه در مدینه آمد دید که یهودیا روز عاشورا رو روزه گرفته روز دوم محرم یهودیا روزه گرفته فقال لهم رسول الله رسول الله برشان گفت ما هذا اليوم الذي تصوموا ای کدام روز است که شما روزه میگیرید یعنی به چی دلیل چه واقعی صورت گرفته چرا این روزه میگیرید روز دهم فقالوا گفتن هذا يوم عظيم یک روز بزرگ است یک روز با عظمت است یک روز با شرافت است یک روز است که باید تعظیم شود چه عظمت داره یهودی ها گفتن انجا الله فیه موسی الله در این روز نجات داد موسی علیه السلام و قوم و قومش را در این روز نجات داد در این روز دهم موسی علیه السلام نجات داد و قومش و غرق فرعون و قومه و در این روز الله فرعون غرق کرد و قومش فرعون یک پادشاه ظالم بیدین که دعوای الوهیت کرده بود دعوای خدایی کرده بود دعوای فرمان روایی مطلق کرد من اطاعت کنه انا ربکم العالی من معبود الله بسیار عالی تان هستم ابراهیم موسی علیه السلام فرعون میگه لئن اتخذت اله غیری لاجعلنک من المسجونین اگر غیر از من دیگه اله دیگه فرمان روا و قانون گذار در زندگی تعیین کردی در بندی خانه می پرتمد یه تو یک کافر کلان می گفت اطاعت مطلق از مشا هر فرمانی که من صادر میکنم از امو اطاعت کنی بسیار سر مردم ظلم کرده یذبحون ابناکم قرآن میگه ذبح میکرد فرزندایشان یه تو پیچوریش حلال میگه اطفال جوانا این بچه ها جوانا و مردا را میکشت ذبحش میکرد و استحیون نساکم زنایشان به عزت میکرد به ناموسی میکرد یهود گفت که در این روز الله موسی را با قومش نجات داد قوم موسی قوم یهود است و غرق فرعون فرعون غرق کرد در این روز این یک نعمت کلان است به این خاطر ما روزه میگیره که کلان کافر در این روز مردار شد و غرقش همی بود که موسی علیه السلام با قوم خود در نزدیکی بحر میاد الله حکمش میکند که برو هجرت بکو شب می روه موسی علیه السلام نزدیکی بحر میاد که فرعونی از پشتش میاد قوم موسی علیه السلام میگه که یا موسی انا لمدرکون ای موسی ما گرفتار شدیم ما را آوردی سو بحر است سو دشمن انداختی در بین موسی علیه السلام میگه کلا هرگز شما را دشمن گیر کرده نمیتونه انا معی ربی سیهدین بدون شک به امرای ما رب و مس نصرت و مددش را به من نشان میده الله میگه و اوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر وحی کردیم به موسی که بعصای بحر بزن وقتی که زد فانفلق بحر پاره شد فکان کل قوم کالطود العظیم هر قوم مثل یک کوی بسیار یک تپه کلان واری تیر شد 12 قوم بود 12 کوچه جور شد رفت آب بحر نیمشیست بود نیمشیست زور میزد تو طرف زور میکنه چپا نمیشه موسی علیه السلام تیر شد فرعون از پشتش که یاره در بین بحر گیر کنه
موسی علیه السلام تیر شد، بحر الله گفت به صورت طبیعی حرکت کن، بحر دوباره به خود انداخت، فرعونیا غرق شدن کلش. و از نفن و از لفنا ثم الاخرین، الله میگه دیگران رو نزدیک کردیم، و اغرقناه و من معه اجمعین، ما فرعون با کسایی که تابع داشت بود کلش غرق کرد. اینا دینمی روز گفت کلانترین دشمن کشته شد، الله غرقش کرد. ما باید این تعظیم کنیم، عزت کنیم. اینا عزت چطور میشه؟ روزه بگیریم، عبادت الله را کنیم، سپاسگزاریش به عبادت میشه. بزرگترین عبادت روزه گرفتن، عبادت الله را کنیم، روزه را بگیریم. اونا گفتن که رسول الله هم گفت که کدام است؟ قالو گفتن هذا یوم عظیم، روز بسیار با عظمت است. انجا الله فی موسى و قومه و غرق فرعون و قومه فصامه موسى شکرا. موسى علیه السلام به خاطر شکرگزاری الله موسى خودش روزه گرفته. موسى علیه السلام باز اینا چی میگن؟ فنحن نصوم، ما هم روزه میگیریم به خاطر سپاسگزاری، یعنی به طبیعت موسى. فقال رسول الله السلام فنحن احق و اولى بموسى منكم، ما رسول الله هم در جواب از اونا گفت ما بسیار سزاوار هستیم، حق دار هستیم. به موسی، به موسی منکم از شما کده، ما تابعداری موسی علیه السلام کنیم. پس ما و رسول الله هم روزه گرفت و امر به صیام، امر کرد به روزش. البته تنها به گپ یهودی ها نبوده، برش الله هم وحی کردگی است که روزه بگیرید. اونا این روزی است که شما هم سپاسگزاری روزه کنید، زیرا او کافر دشمن کل مسلمان ها بود، تنها دشمن موسی و قومش نبود. هر کسی که عقیده توحید و نظام توحید هم میخواست اون میکشتش. پس تو کافرها که کشته شدن در این روز الله غرقشان کرد، شما هم روزه بگیرید. اینا لی حدیث هم امام مسلم روایت کردگی است. حدیث دیگه است که حدثنا اسماعیل ابن امیه روایت میکند انه سمع ابا عطفان، از ابی عطفان میگه، ابن ابا عطفان ابن طریف میگه من شنیدم که یقول، میگه سمعت عبدالله ابن عباس یقول حین صام رسول الله صلی الله علیه و عاشورا و امر بصیامه قالوا یا رسول الله انه یوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلی الله علیه و عاشورا فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. سیکنین یک حدیث دیگه صحیح است، یوم در مسلم است. عبدالله ابن عباس میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و عاشورا ماه محرم روز عاشورا را روزه گرفت، روزش شروع کرده بود و امر به صیام، امر کرد به روزه دیگرارم. قالو گفتن یا رسول الله، ای رسول الله، انه یوم، ای یک روز است، تعظمه الیهود، که یهودی را ایرا تعظیم میکنه، یعنی این فرهنگ یهود است. رسول الله هم با فرهنگ کافرا سخت مخالفت داشت، نمیخواست که در فرهنگ کافر داخل شد، گفت یهودی را تعظیم میکند. رسول الله می فرماید که میگه عمر که کت عبدالله بن عباس میگه بر رسول الله هم گفته شد که روز یهود نصارا تعظیم میکنه. فقال رسول الله هم گفت فاذا كان العام المقبل، خیلی گپ که باشه سال بعدی که آمد ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، اگر الله بخواد روز نهم ما روزه میگیریم، یعنی مخالفت با یهود روز نهم. قال عبدالله ابن عباس میگه فلم یأتی العام المقبل، سال بعدی نامد حتی توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه ربیع الاول وفات کرده، یعنی چند ماه بر رمضان سال وقت مانده در دنیا رفت. ولی گفت که در دیگه ای خود یک حدیث گفت که نوم روزه میگیرم، در دیگه حدیث ای هم حدیث مسلم است عن عبدالله ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی فرمود لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر ما در سال بعدی باقی بانم حتمی نوم روزه میگیرم، حتمی تا که مخالفت با یهود شود. اینا سعی کنین که کسایی که میخوان روزه بگیرن ثواب هم بگیرن و مخالفت با یهود و نصارا هم شن، نهم دهم روزه بگیرن. اکثر علما میرن میگن اگر که نظر عبدالله ابن عباسی بود، میگه عاشورا به معنای تاسوع است، عاشورا خودش میگه روز نهم، میگه دهم نمیگه. یک صحابی پیشش میاد و در بغل کعبه تکیه کرده، میگه چی کنم؟ میگه عبدالله ابن عباس، میگه محرم حساب که روز نهم که رسید روزه بگیر. و میگه عاشورا دهم نیست، نهم است. ولی جمهور علما غیر از عبدالله ابن عباس دیگه صحابه میگن عاشورا دهم محرم، ولی به خاطر اون، به خاطر مخالفت میگه میشه یکم تا یک روز روزه بگیره ضعیف باشه، دو روزه نه تا نه، یک روز که میگیریم یا تا نه دهم نگیریم نهم بگیره، وی طور میگه. ولی دیگران میگن نه، عاشورا دهم است، به خاطر مخالفت یهود نهم و دهم.
نهم و دهم گرفته شود. یا دهم اگرف یا دهم با امرش ای جای کنم تا که مخالفت با یهود شود. اینال روز عاشورا فلسفیش چی بوده؟ غرق فرعون طاغوت کلان عصر موسی علیه السلام که در برابر پیامبر سادگی کرد، معجزات موسی علیه السلام قبول نکرد. نجات موسی علیه السلام و مؤمنین مسلمان های که ایمان آوردن به موسی علیه السلام، این فلسفه‌ش. پس این را عاشورای محمدی صلی الله علیه السلام یا عاشورای اسلام میگه. یکی عاشورای حسینی است، نه؟ پس آن عاشورای حسینی که امام حسین رضی الله عنه شهید شده، خب پس آن آمد. بعد از اینکه رسول الله از دنیا رفت در سال 11 هجری، 11 سال از هجرتش تیر شده بود، در عمر 63 سالگی رسول الله از دنیا وفات کرد. نواسیش همین در 61، 50 سال دیگه او عمر خوردگی است امام حسین. با در سال 61 هجری امام حسین شهید شد و در روز 10 محرم از طرف ظالما از جمله عبیدالله بن زیاد به شهادت رسید. فرمان از او بود و اصل کسی که سرش حمله را صادر کرد شمر بود، مستقیم حمله، شمر ابن ذل جوشن. و ما واقعی از اون تفصیلی در سال قبلی گفته بود، بسیار زیاد تفصیل هم نیخوی، یک حد متوسط براتون بیان کردم که چطور گپ بود. واقعی حسین علیه السلام تاریخی که در ارتباط از اون گپ میزنه چطور است، او واقعی یعنی که ما غم حسین شهادتش کل مسلمان ها غمگین است، بسیار مصیبتش بزرگ است با بالای ما، ولی به مصیبت وفات رسول الله هم نمیرسه. زیر رسول الله هم که وفات کرد بسیار روز خطرناک، صحابه به حدی پریشان بودن که ایران مانده بودن چی کنن، گپ زده نمیتانستن. تا اینکه عمر رضی الله عنه گفت که وفات نکرده، اگر کسی بگه رسول الله وفات کرده میزنمش. ابو بکر آمد، از خانهش وجود نداشت، دور بود، پیشانی رسول الله هم بوسه کرد، گفت والله قسم به الله اینکه ما تو مردی و دوباره نمیموری. بعد از آمد عمر گفت خاموش شو، خاموش نمیشه، یعنی هیجانی. سر منبر بالا شد، گفت حالا خبر دار، من کان یعبد محمدن فا این محمدن قد مات، کسی که محمد عبادت میکرد اگر این باشه وفات کرد از دنیا را. و من کان یعبد الله فا این حی لا یموت، کسی که الله را عبادت میکنه و حیات داره مرگ به بالایش نمیاد، همیشه هست، هیچ، و هو الاول والآخر، هیچ مرگ، فتوکل علی الحی الذی لا یموت، مرگ به بالایش نمیاد. بعد از آیت را خوان که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد نیست مگر رسول الله است، بدون شک انبیا پیش از این تیر شده است. افا این مات، آیا اگر بمره او قتل یا کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، شما بازگشت میکنین از دینتان؟ یعنی عبادت و بندگی تان تا وقتی که محمد است که وفات کرد ایلا میتین. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، هر کسی بازگشت بکنه دین خود بعد از وفات رسول الله به دین الله ضرر رسانده نمیتان. و سیزی الله و شاکرین، الله شاکرین کسایی که ثبات دارن به اسلام اونا را جزای خیر میده، نعمت های دنیا و آخرت برش میده. و این آیت خوان که اینکا میتون و اینهم میتون، الله میاد بدون شک تو میموری ای پیامبر، اینا هم میمورن، مرگ به بالای تو هم میاد به بالای ما. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا این متا فهم الخالدون، ما پیش از تو هیچ انسانی را همیشه زندگی ندادیم که مرگ به بالایش نبیاد، آیا اگر تو بموری اینا زنده میمانن همیشه میمانن؟ یعنی کافرها میگفت که پیامبر بمره بیغم میشه، الله میگه تو میموری یا نمیمورن یا هم خود میمورن، از چی بیغم میشن؟ از اسلام بیغم میشن، از حکم دستور خالقشان بیغم میشن. یا عطار خان بعد از او صحابه فهمید که مرده، وفات کرده، دنیا رفته و عمر شش دیگه کلان یا غم بود، 3 روز صحابه جنازهش خواند. ولی در او وقت مردم حضرت علی هم بود زدن و کندن، حتی در نهج البلاغه خود به 200 و چندش میاد که خود مذهب جعفری هم قبول داره، او میگه که ای رسول الله اگر تو مرا منع نمیکردی از جز و فضا میدیدی که من چه حال میکردم، روی خودم میزدم، جان خودم پاره میکردم.
ولی تو میگی که وقتی که قرآن برتان حکم میکنه با او پابند باشین، الذين اذا اصابتهم مصيبه وبشر الصابرين، صابرين بشارات بده کسایی که برشان مصیبت میرسه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما از الله هستیم، در اختیار الله روح ما را میگیره، و انا الیه راجعون، و ما به طرف الله بازگشت میکنیم، کل ما میمریم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. میگه اگر رسول الله صلی الله علیه و آله میگفت که لیس منا من شق الجیوب، نیست از امت ما تابیدار ما کسی که پاره میکنه یخنها را و ضرب الخدود و رخسار میزنه، نه یخن پاره میکنه، و دعا به دعو الجاهلیه، یه حدیث بخاری مسلم، و فریاد میکنه به فریاد جاهلیت که او جان ما را بگی چه حاله، چرا ای را کشتی، کاش که ما را میکشتی، این مصیبت تنها سر ما آمده گیست. این نگه پار رسول الله هم میگه اگر نمیگم با ما میکدم بیکار عشق میره زانه خلاص. و او تو هم نبود که او هر سال غم رسول الله هم تجلیل کنن که امروز سال سال وفاتشه، بین سال گریشه بگیره، هیچ صحابه سال گری رسول الله هم نه سال گری تولدشه گرفت نه وفاتشه، هیچ دلیلی نیست. آل تولدشه میگیرن وفاتشه نیست دیگه، کسا رو میبینی سال گری وفات هم میگیرن، نه با ده سالگیری وفات نی؟ در اسلام سالگیری گرفتن نیست، وجود نداره، غم مصیبت یک روز دو روز سه روز خلاص دیگه، بعد از غم خدا بخو. رسول الله صلی الله علیه و آله خو پیامبر بود، امام حسین خو شهید شد، شهید بسیار درجه داره پیش الله، الحمدلله یک عزت کلام است. و ما اهل بیت امام حسن، امام حسین فرزندای زینا را جز ایمان ماست که دوست داریم. رسول الله هم میگه که وذکرکم فی اهل بیتی، ما شما را خبر میتم در اهل بیتم، خبردار با امراض اینا محبت کنین. ما و شما همیشه از امام حسین تجلیل میکنیم که در نمازها برش درود میگه، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد، یا الله رحمتای تروان که با محمد و اهل بیتش خانوادهش، و برکات تروان که با محمد و اهل بیتش، همیشه همیشه در نمازا این وقت نماز فرض و سنت داخلش چقدر میگیم، همیشه درود میگیم. و اصل تجلیل از اونا کونا خوش میشه نیست که زندگی از اونا مطالعه شد، امام حسین به منهج و طریقه جدش که رسول الله مسروان سیرت از او را ببینین، صورتش را ببینین، عملش را ببینین. اونا یک حکومت، امام حسین با یک حکومت ظالم بیعت نکرد، کافر نبود، هیچ وقت امام حسین نگفته که کافر است، یزید نگفته، یزید ابن معاویه فرزند معاویه با امرای از او بیعت نکرد که ظالم است. حال ما میبینیم که با چقدر حکومت های ظالم خونخور مردم بیعت میکنن، تعهد میکنن، آیا این منهج حسین است؟ آیا ما فکر کنیم که امام حسین باید صحیح سیرتش را بخوانیم، تنها مرگش را نخوانیم که مردی قگر گب شد، ببین چه قسم زندگی کرده، چقدر به کتاب الله و سنت رسول الله هم پابند بود. این طور نیست که امام حسین از یک مذهب خاص باشه، کل مسلمان ها در مصیبت شریک است، در غم شریک است، ولی مطابق اسلام عمل میکنیم، خود از زدن و کندن چیق و ویلا فریادی کارا نمیکنیم. رسول الله هم وفات کرده، ما مرگ از او را تجلیل نمیکنیم، نه معلوم است ابو بکر بهترین امت بعد از رسول الله وفات کرد، عمر رضی الله عنه هم شهید شده اگر به شهادت باشه، ابو لولوی مجوسی آتش پرست به شهادت رساندش، در نماز صبح بود این یا کنه بود و یا کنسته این گفت که قمه زدش شهید شد، خلیفه دومی که ای قدر کارنامه ها داره که دو امپراتوری دنیا را شکست داد، مسلمان ها را در رأس رهبری قرار داد در 10 سال خلافت خود، آیا ما او را تجلیل میکنیم، گریان میکنیم، میزنیم؟ خدا خلافای راشدین درجهش بسیار بالاست، و عمیق عثمان رضی الله عنه شهید شد، آیا به خاطر از او چی قوا ویلا میکنیم؟ صبر میکنیم، برشان درود و صلوات میفرستیم و طبیعت صلوات بر رسول الله. علی رضی الله عنه شهید شده به طرف مسجد روان بود، در کوفه زدن شهیدش کردن،
سال ازورا چی قوا و اعلام میکنه نه پس از اینجا فهمیده میشه که امام حسین رضی الله عنه که بعضیا سبب آزار میشوند سرکا بند کردن و اینا به این کارا رسول امام حسین خوش نمیشه وظیفه فهمیده میشه جنبه سیاسی داره جنبه دینی اگه باشه خب بزرگا تیر شده بزرگای زیاد تیر شده پس نباید ما و شما کاری را بکنیم که مسلمان ها متضرر شوند حتی بعضی جا بعضی وقتا ببینین غیر از امام حسین خوب بسیار درجه داره ما به یه عقیده هستیم که رسول الله صلی الله علیه و آله برشان گفته که ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه کل ما و شما یه عقیده را داریم حسن و حسین سردار جوانای اهل جنت است رسول الله هم در زندگی خود بشارت داده است به جنتی بودن از اونها کسایی را میبینیم که بعدا وفات کرده سالگیرش میگیرن چند نفر که کشته نشه و زخمی نشه نمیشه او را ما تقبیح کردیم اگر که قوم ما بوده از منطقه ما بوده جای ما بوده نگفتیم قوم ما هستی هرچی که میکنی بکن فلانی قهرمان بود وفات کرد شهید شد خب تو چی میکنی؟ در موترا بالا شد تفنچه را بگی گرد در کلی ازوده و در کلی ازوده و در پای ازوده فیر و وحشت ایجاد کن زورت نشان بده حال تجلیل ازو باید سال دو سه نفر قربانی بده چند نفر از دست بده به این روح ازو آرام میشه ثواب میرسه واللهی و بسیار خفه میشه میگه چی حال جور کردن این مردم از ما یا سرکار را بند کنیم حالا اگر بسیار کسی میگه من دوستش دارم یه گپ از با در یک جای برو در یک هتل در یک جایی که مردم متضرر نشن نه سرک بند کن نرا را نرای شفاخانه را نرای مردم را نرای چارایی را نه کت کسی جنگ بکن از الله ترس بکاره چی جواب میتین در روز قیامت الله بگه چرا مسلمان ها را متضرر ساختین رسول الله هم خود میفرماید که المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسان مسلمان هیچ کسی است که از ضرر دستش دیگه مسلمان ها سالم شد و از ضرر زبانش به امن شد مسلمان خوی کس است پس نباید ما و شما استعمال شویم جوانای عزیز محصلین اتحاد وحدت و یک پارچگیتان مطابق قرآن سنت رسول الله هم باید باشه حفظ شد به خاطر این گپا که کسی وفات که در از او یک دیگر را کشتن مثل که بعضی ها را دیدین به خاطر یک نفری که 80 سال پیش وفات کرده به خاطر دفنش چند تا دیگه جان خود از دست داد نه این از اینجا اونجا دفن میکنیم دیدین گپا شد این چیزا در اسلام در ترقی اسلام در تمدن اسلام در نظام اسلام جایگاه نداره ما و شما مو طریقی عمل کنیم که رسول الله صلی الله علیه و آله به ما گفته دونمو خیر ماست دونمو بهتریت ما دونمو وحدت و یک پارچگی ماست دیگه الله به ما و شما توفیق بده که به حکم الله و رسولش پابند باشه فریب دشمنان را نخوریم یکم دفعه بعضی جا بعضی گپا از کشورهای خارجی و بیرونی میاد اونا اهداف سیاسی دارن سر ما و شما موره میخواهم وحدت امت وحدت همین مسلمان های افغانستان برهم بخورد اینه میگه پا را بسیار دامن میزند ولی ما و شما نباید استعمال شویم جوان محصل تحصیلات عالی کردی هنوز هم استعمال میشی جانتا در راهی که گناه هست مصرف نکو یکم تا میامده ایرا جان میتم چرا در ایرا جان میتی؟ در یک راه مشروع دیگه جانتا بتی اگه میتی دهی را جان میتم الله به ما شما توفیق بده که صحیح اسلام یاد بگیریم بیدار شویم و دسیسه های دشمن ها با خبر باشیم و کسی را متهم به یک چیزی نسازیم کس کسی را نگوید که شما اهل بیت دوست نداریم ما دوست داریم همیشه به منهجش روان است مردم ها به طریقه زندگی از اونا فکر از اونا اعمال از اونا دعوت میتیم دائمی سالانه نیست که سال یک دفعه بخیزیم باز دیگر سال بسته عمل ما صحیح نباشه نه همیشه کوشش میکنیم با منهج رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت و صحابه کلش روان باشه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم من فدای حرف پیغمبرم
سلام.